سلام به شما، به شما عزیزان، به ایرانیانی که در این ساعت در این لحظه به تماشای برنامه سرزمین ما نشستند. به شما در شمال ایران، مردمان نازنین گیلان و مازندران، عزیزان بلوچ، کردهای گرامی، شیرازی های عزیز، اصفهانی ها، خوزستانی ها، عرب های ایران، همه آنان که در ایران زمین زندگی می کنند و در مجموع رنگین کمان ملت ایران رو می سازند، با فرهنگ ها و آداب و سنن مختلف، آداب و سننی که بر سفره ملی ایرانیان جنبه ملی یافته است، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب. در جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی در ایران، آیا آنچه که آیت الله خمینی رهبر انقلاب وعده داده بود در ارتباط با رعایت و برقراری و تأمین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران تحقق یافت، یا آنچه را نیز که داشتند اقوام و پیروان مذاهب گوناگون در ایران در پی انقلاب اسلامی و حاکمیت روحانیت شیعه از دست دادن؟ چرا اعدام‌های پیاپی در میان کردهای ایرانی ادامه دارد، همچنان در میان عرب‌های ایران؟ همان گونه که در زندان‌های تهران، اوین، گوهردشت و رجایی شهر و زندان‌های پنهان و آشکار دیگر ولایت فقی. قانون اساسی جمهوری اسلامی در ارتباط با خواستها و مطالبات و حقوق اقلیت‌های قومی یعنی اقوام ایرانی چه میگوید؟ در میان میگذاریم موضوعات مختلف در این زمینه رو در ارتباط با قانون اساسی جمهوری اسلامی با آقای پرویز دستمالچی، پژوهشگر و کارشناس قانون اساسی. در برلین هستند آقای دستمالچی، با من و شما خواهند بود در نیمه اول این برنامه سرزمین ما. آقای دستمالچی عزیز، خوش اومدید به برنامه سرزمین ما. آقای چالنگی، با درود به شما و بینندگان محترم تلویزیون و سپاس از دعوتی که به عمل آمد. آقای دستمالچی عزیز، به طور کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر بخوایم منصفانه بهش نگاه کنیم، چه حقوقی برای اقوام ایرانی قائله و اساساً چه تعریفی از اقوام تشکیل دهنده ملت ایران رو عرضه میکنه؟ جمهوری اسلامی ایران همچنان که از نامش برمیاد یک جمهوری اسلامیه که برخواسته از یک مذهب و یک ایدئولوژی ویژه امامت هست و در مذهب شیعه 12 امامی پیرو مکتب اصولی یک بخشی بر این نظر بودن و هستند و اینا الان در حکومت هستند که در زمان غیبت امام 12 بنابر اعتقادات اونها، البته فقها و مجتهدان میبایستی حکومت بکنند و در واقع فقها و مجتهدان پس از محمد پیامبر مسلمانان و پس از اینکه امام 12 غیبت کرده، اینها جانشینان خداوند به روی زمین هستند. در نتیجه جمهوری اسلامی نظامی است که بر اساس دین و مذهبی ویژه بنا شده و این رو در مقدمه قانون اساسی بسیار روشن و دقیق بیان می‌کنند که شیوه حکومت در جمهوری اسلامی شیوه حکومت امامت بر امت است که در زمان پنهانی غیبت امام 12 فقها و مجتهدان می‌بایستی در رأس حکومت. این رو در اصل
دوم قانون اساسی میارن که بنابر اون پایه های جمهوری اسلامی بر اساس دین اسلام، مذهب شیعه، شیعه 12 امامی، مکتب اصولی و امر ولایت فقیه است. و همچنین در اصل 4 قانون اساسی این مسئله می آید که تمام قانونگذاری در کشور فرق نمی کنه در کدوم زمینه، از امور اقتصادی گرفته تا فرهنگی، از نظامی گرفته تا انتظامی و غیره، تماماً می بایستی در چارچوب احکام و موازین شرع اسلام باشه. و این که چه چیزی احکام و موازین شرع اسلام است، حق تعیین اون با اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی از مجموعه 6 فقیه شورای نگهبان، یعنی شورای نگهبان دارای 12 عضو است که 6 نفرش فقیه و مجتهدند و 6 نفر دیگرش حقوقدان مسلمان هستند، در واقع اکثریت فقها می شوند 4 فقیه شورای نگهبان، مسئله قانونگذاری رو که چه چیزی در چارچوب احکام موازین شرع است یا نیست اونا تعیین میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی از آنجایی که بر اساس اندیشه و مذهب بنا شده در رابطه با اقلیت ها یا اقوام ایرانی، تا آنجا که من اون رو به دقت مطالعه کردم تمایزی نمیگذارد. اگر تمایز میگذارد در اون رابطه در زمینه های دیگری است، اینکه شما مسلمان هستی یا نیستی، اینکه اگر مسلمان هستی شیعه هستی یا سنی هستی، اینکه شیعه هستی پیرو مکتب 5 امامی یا 7 امامی و یا غیره هستی و یا 12 امامی، و اگر اون هستی آیا مرد هستی و یا زن هستی، و اگر مرد هستی فقیه و مجتهد هستی یا مؤمن عادی. بر اساس اینها انسان رو در برابر قانون حداقل به 10 مقوله حقوقی تقسیم میکنه که فقها و مجتهدان دارای حقوق مطلق هستند و تا کسانی که اصولا کشتنشون واجبه و حقوق شهروندی شامل اونها نمیشه، مانند بهائیان در ایران. خب یعنی اینطور که شما اشاره کردین میشه استنباط کرد که مرزبندی های که باعث تبعیض میشن در جمهوری اسلامی مرزبندی های نیست، مرزبندی های مذهبی و دینی است، چون اینه؟ مرزبندی های دینی، مذهبی، مرامی مسلکی، جنسیتی، و اینکه مقام و موقعیت فرد مؤمن یعنی شیعه 12 امامی چیست، آیا فقیه و مجتهد است و یا مؤمن مرد مؤمن عادی شیعه است. بر این اساس انسانها رو در برابر قانون به مقولات مختلف تقسیم میکنند. من تبعیضی در حقوقی در رابطه با قبیله و یا قوم های ایرانی ندیدم، اما واقعیت جامعه ایران این استش که مثلا کردهای ما اکثریتشون اهل سنت هستند، و یا ترکمنان ما اکثریتشون اهل سنت هستند، و یا اعرابی که در ایران زندگی میکنن اکثریتشون اهل سنت هستند، و اینها به طور اتوماتیک چون اهل سنت هستند از حقوق اساسیشون محروم شدن در تقریبا تمام نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی و در حقوق مدنی، و ازن تبعیض نسبت به اونها وجود داره. ولی در برابر اونها می شود گفت که آذربایجان یا اکثریت شیعه هستند، و در نتیجه این تبعیضهای مربوط به دین و مذهب نسبت به اونها کاربرد نداره یا کمتر داره. خب ببینید، ولی در عرصه عمل اون چه که در قانون اساسی هست هست، شما اشاره کردین به روشنی مونده، ما در عرصه عمل میبینیم بر اساس همین قانون اساسی قوانینی طرح و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که شده اساس دست دولت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به این معنی که بر اساس همین مسائل و همین قوانین و اینها هست که مثلا در کردستان ایران ما میبینیم
اعدام هایی بوده انجام شده که احتمالا در بعضی از مناطق دیگه نشده، یا مثلا در بلوچستان، سیستان و بلوچستان هم همینطور، چه از نظر میزان چه از نظر سستی اتهاماتی که متوجه افرادی شده که جونشون رو ولایت فقیه در ایران گرفت. مذهبی میدونی هم حرف نبود، شما کاملا درسته، ولی یعنی ریشش مذهبی هم نبوده، نه اومدم بگن آقا به خاطر این سنی اهل سنت. چرا مطالبات افراد اعدام شدن عزیزانی مثل یعقوب مهرنهاد و کسان دیگه هم مطالبات مربوط به سفره مردم بلوچستان یا کردستان؟ ببینید، حکومت در ایران یه سیستم سرکوب داره که شامل هر کسی می شود اگر مخالف سیاسی او باشد. اینکه در زندانهای ایران فرض کنید که از مجاهدین که شیعه هستند فکر می کنم به مراتب بیشتر کشته باشند تا مثلا در اون زمان سال 1367 رو میگم که در ظرف یک هفته حدود 10,000 زندانی سیاسی ایران اعدام شدن. در اونجا شیعیان هم کشتن. یعنی مشکلی رو که حکومت داره و آنچه را که شما بیان میکنید به درستی، این مشکلش سیاسی و یا بعضن مربوط به دین و مذهب این اقوام ایرانی است که در دور تا دور ایران نشستن. یعنی مشکل حکومت با کردستان یکی مسئله سنی بودن اونهاست و دوم مسئله حزبی است که استقلال میخواهد، استقلال منظورم خودمختاری در چارچوب ایران میخواهد، استقلال از حکومت مرکزی میخواهد و خواهان آزادی خودمختاری برای ایران، خودمختاری برای کردستان و دموکراسی بر ایران است و حکومت مرکزی ایران چنین چیزی را بر نمیتابد که بخواهد دموکراسی را در ایران برقرار کند و یا به بخشی از ایرانیان که کردهای ایرانی هستند در به اونها خودمختاری بدهد که با ولایت فقیه در تضاد باشد. این حرف شما و این مسئله سرکوب ها و تبعیض هایی رو که شما بیان میکنید و کاملا درسته، ولی ریشه در قوم و یا ملیت آنها نداره، همچنان که در آذربایجان هم و یا در میان فارس ها هم اگر که چنین هست اینها مخالفان حکومت باشند، حالا آزادی بخوان و یا هر چیزی، فرقی نمیکنه که ریشه قومی قبیله‌ای و یا ملی اونها در چیست، به همان ترتیب سرکوب خواهند شد که دیگران. آنچه که مسئله کردها و یا بلوچها و یا ترکمنها رو برجسته تر میکنه که این واقعیت این استش که اونها چون اکثریتشون اهل سنت هستند، در نتیجه بنابر قوانین جمهوری اسلامی ستمی که به اونها میشود خیلی بیشتر است و دو برابر است. مثلا فرض بفرمایید که در طبق قانون اساسی ایران بالاترین و عالیترین ارگان پیش بینی شده در قانون اساسی شورای خبرگان رهبری است که رهبر نظام رو تعیین میکنه. شورای خبرگان رهبری متشکل از 86 تن مجتهد. همین که ما میگیم متشکل از 86 تن مجتهد، یعنی پیروان تمام ادیان و مذاهب ایران. فرقی نمیکنه در اون صورت که شما باهایی باشید یا اهل سنت باشید، چون پیرو دین دیگری هستید و مجتهد به معنای شیعه 12 امامی مکتب اصولی ندارید، از حق انتخاب شدن در بالاترین و عالیترین نهاد پیشبینی شده در قانون اساسی محروم هستید. چرا؟ نه. به دلیل اینکه دارای دین و مذهب دیگری هستید. و یا زنان ایران هم نمیتونن در اونجا انتخاب بشوند. چرا؟ به دلیل اینکه مرد نیستن، چون برای مجتهد بودن شما باید مرد باشید و شما
اگر تیمسار پاسدار جعفری رضایی و یا هر کسی دیگه نقدی نظری غیرم باشید، باز هم در این نهاد عالی ترین نهاد پیش می شده در قانون اساسی نمیتونید انتخاب بشید. چرا؟ برای اینکه فقیه و مجتهد نیستید. یعنی میخواهم با این مثال بگم به شما که مسئله تبعیض صرفا شامل کسانی می شود، یعنی تبعیض در جمهوری اسلامی بر اساس دین، مذهب، مرام، مسلک، جنسیت و مقام و موقعیت فرد مؤمن است و بر اساس قومیت و یا اونطوری که در قانون اساسی اومده اقوام و قبایل ایران این چنین نیست. اما اکثریت بلوچای ایران، اکثریت کردهای ایران اهل سنت هستند، به همون نسبت هم در حقوق اساسی خودشون محروم هستند. این مثالی رو که من در رابطه با شورای خبرگان رهبری زدم، عین این رو شما میتونید در رابطه با مقام رهبری نگاه بکنید، شورای نگهبان ببینید، در رابطه با رئیس قوه قضایی، دادستان کل کشور و غیره، همه همچنین است که تقریبا همه اینها فقط برای مجتهدان در نظر گرفته بعد شده. این رو فرمودید آقای رهبری، این است که اکثریت محروم. بله کاملا درست. و اما یک نکته وجود داره، ببینید اینو تبعیض یا عنوانشو بعدن میشه پیدا کرد، میشه کرد بود، عرب ایرانی بود، حتی میشه مذهب شیعه هم نداشت، مذهب دیگه بود و هرچی که هست، و اما سرسپرده ولایت بود. راه باز خواهد بود ظاهرا. امثال مثلا فرض کنید آقای شمخانی از عربای ایران هست، یا آقای رحیمی کرد هست، ایشون معاون رئیس جمهوری احمدی نژاد و سمت های دیگه که داشته و هنوزم داره. علتش این هستش که بله سرسپردگی خودش، بگذاریم از این که خب به هر حال در حالی که مردم آذربایجان، مردمان ترک ایران، آذری های یا ایرانی های آذری، بسیاریشون در وضعیت بسیار بدی زندگی میکنن، مثل بقیه هموطنانش، مثل شیرازی ها، اصفهانی ها، بختیاری ها و بقیه بلوچ ها و همه، اما خب رهبران بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی آذری و ترک هستن، از جمله خود آقای خامنه ای و بسیاری دیگه از مسئولان. این حرف شما کاملا درسته. این به این معناست که شما می توانید فرضاً کرد باشید و یا بلوچ باشید و یا ترکمن باشید، اگر شیعه 12 امامی پیرو به مکتب اصولی و ولایت فقیه باشید، شما از حق انتخاب شدن در نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی بهره مند هستید و نه محروم. یعنی این خودش نشون میده که تبعیضی که وجود داره بر اساس ملیت و قومیت نیست، بلکه آقای دستمالچی دین و مذهب و مرام و مسلک. آقای دستمالچی اجازه بفرمایید، حرف من این نیست، من حرفی که میزنم این هستش که ببینید بر اساس قومیت و ملیت و اینها نیست، این رو توضیح فرمودید شما. حرف من چیز دیگه است، یعنی شما حتی میتونید شیعه نباشید. همین الان شما اطلاع دارید در خود کردستان ما چقدر افرادی داریم سنی مذهب کرد، چون سرسپرده ولایت هستن. اینو هموطنان کرد دیگه ما بارها اعلام کردن، از مقاماتی دارن، از شکنجه‌گر گرفته، مسئله سیاسی گرفته. درسته، آنچه را که من گفتم خودشون رو بر اساس پایه تبعیض‌های حقوقی هست در قانون اساسی و قوانین مدنی. اما آنچه را که شما میگویید اونم کاملا درسته. شما اگر سرسپرده ولایت باشید، هر کسی که میخواهید باشید، مهم نیست، جا دارید در این نظام. درست. حرف منظور من این هستش که قانون اساسی مدون هست که کاملا صحیح میفرمایید، اما ورای قانون، حتی جمهوری اسلامی قانون اساسی خودشو در شرایطی که روشنتر از این گفته نمیشد، آقای خمینی گفت تو برای حفظ حکومت ما
واجبات رو میتونیم تعطیل کنیم. بله نماز درست روز حرف قانون اساسیشون که دیگه جای خود داره. من میخواستم یک صحنه رو ببینم، مادری کرد که فرزندانش در آستانه اعدام هستن، رنجی که در چهره این مادر کرد دیده میشه، من نمیدونم، شاید چنگیز رو گفتن که سمبل یا نماد سنگدلی و قساوت بود. اگر چون این مادری رو میدید، میتونم شک کنم که چنگیز هم به رحم می اومد. اما ولایت فقیه در ایران میبینیم، مادر کرد ایرانی، زجه های او رو میشنویم، باز خواهیم گشت. زجری ایمه چی جامنه خواه خواه بزانه کرم زجری گی چی جامنه خواه خواه بزانه کرمن بگناه خواه ازانه دادا سامو کیا بینمش که خواه قیده دا کمکان ما سواب اسیرگا توا جمعی خم سلمان اگا رحم گا دفرگان منی جا یا رب العالمین خواه جادری رحمت بسیرگان باز کی یا رب العالمین دریا ای کنم و سیرگانم باز که یا خوا یا خوا خوا که ده ده کرا گان ما رولا بیشتره که ده ده لابو رولا سعاده که ده سعاده که رولا جان بل جمشید که یا سعاده که یا لابو اگر شده که جمشید یا لابو ده ای که بمده جمشید که یا ده خبره لدلمان ده ای که یا دای که ممری خواهی که را گید دایانا خواهی که را کو بکیار که خواهی که را رحم که خواهی که را سبه دامو دریز که رول عزیز کانم رول نازار کانم. آقای دستمالچی عزیز، شما یک تجربه دارید، رهبر وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای صادق شرفکندی که به قدر رسید، در کنار ایشون بودید، خوشبختانه جان سالم به در بردید، خوشبختانه تر این که کاش کشته نمی شدن. اما رهبر دیگه حزب کردستان ایران دکتر قاسم لو، که من ایشون رو پیش از این که شخصیتی سیاسی بدونم، شخصیت بارز سیاسی، یک اندیشمند و متفکر سیاسی می دونم، یا در کنار اون شعاری که برگزید و پیش برد دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان، شعار قابل تأملی است و به احتمال میتونه راهگشا باشه برای مسائل ایران. وقتی اینم داشتم دوبار ایشون رو ملاقات کردم، میخواستم ببینم که ببینید آقای قاسملو در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی کشته شد، این حکومت تا چه اندازه قابل اعتماد هست؟ حکومت ایران به نظر من ابدا قابل اعتماد، بلوچ و بقیه هیچ زمینه ای. حکومت ایران در 35 سال گذشته عملا در یک تجربه 35 ساله به ملت ایران نشون داده که همواره دروغ میگه، حیله به کار میبره و فقط و فقط برای حفظ قدرت دست به هر جنایتی هم زده میزنه. در آینده هم به نظر من خواهد زد و همچنان که شما قبلا هم نام بردید از بسیاری از هموطنان ما که به ناب دلایل که نامشخصه، بالاخره اگر دادگاهی هست و اینها محکوم به اعدام میشن، اینا میبایستی در دادگاه‌هایی باشن که هیئت منصفه باشه اگر جرمشون سیاسی است، و میبایستی علنی باشه و اگر که راست میگویند خبرنگارای بیطرف اونجا باشن، افراد بیطرف، شخصیت های بیطرف که گزارش بشه تا ملت بدونه که واقعا جرم اینها چه بوده. این که دادگاه ها اکثرا مخفی است و یا اصولا دادگاهی انجام نمیگیره و رأی از پیش تعیین شده هست، و این که در هیچ کشور دنیایی شما با این پدیده روبرو نیستید که قاضی نام مستعار داره و یا ماموران حتی وزارت ارشاد نام مستعار دارن. خب اگر شما کارمندان رسمی یک حکومت هستید، یک دولت هستید و کار خلاف انجام نمی دهید، برای چی شما کارمندان دولت هستید، حکومت هستید، برای چی نام مستعار دارید؟ نام مستعار داشتن به این معناست که شما نمی خواهید دیگران بدانند
که این با فرد قاضی که چنین حکمایی صادر میکند کیست و چیست و غیره. خب به نظر من جمهوری اسلامی هرگز مورد اعتماد نبوده. آنچه که بر سر دکتر قاسملو و یارانش و دو نفر دیگه از یارانش در وین در سال 1989 اومد، دامی بود که جمهوری اسلامی چید و یک سال زحمت کشید و با کمک این و آن و شخصیت‌های کرد و یا الجزایری قاسملو رو بالاخره به یک دام برد و در حین به اصطلاح مذاکرات اون و دو نفر دیگر رو به قتل رسوند. چه در رابطه با قتل ولدین دکتر شرفکندی و یارانش و چه در رابطه با قتل وین دکتر قاسملو و یارانش، اثبات شده مسئله نقش جمهوری اسلامی و دخالت اون در این قتل‌ها اثبات شده است. یعنی چیزی نیست که فرضیه های این یا اون باشد. تمام اسناد و مدارک به خصوص در رابطه با بلین و دادگاه میکونوس اثبات شد که بالاترین شخصیت های سیاسی و مذهبی ایران از علی خامنه ای رهبر مذهبی نظام تا علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات تا آقای ولایتی وزیر وقت امور خارجه و تا آقای رفسنجانی همه در نهادی نشسته بودند که مشترکاً تصمیم به قتل دگراندیشان گرفتن. من این توضیح رو بدم، کلمه خودمختاری البته طی سالها در فرهنگ سیاسی در عرصه سیاسی ایران ابزار دست بسیاری بوده سیاست‌های خارجی، به ویژه در زمان شوروی سابق. به هر حال شاید بهتر باشه کلمه خودگردانی رو ما عنوان بگذاریم به جای خودمختاری. خودگردانی یعنی در واقع همون چیزی در کشورهایی مثل آمریکا وجود داره، دموکراسی سراسری هست و خودگردانی ایالت‌های مختلف، همون چیزی که در آلمان وجود داره و در بسیاری دیگه از کشورها مثل کانادا. چیز ترسناکی نیست، اما در عرصه سیاسی دهه‌های پیش از فروپاشی شوروی و اقمار شوروی این همیشه ابزار دست شوروی و بقیه قدرت‌های خارجی بوده در مناطق مختلف از جمله در خاورمیانه که می‌دونیم دو مسئله عمده برای روی دست ایرانی‌ها گذاشت. ایران ما شاهد بودیم که مهمترینش همون جدایی آذربایجان بود در زمان پیشه‌وری فرقه دموکرات آذربایجان، پیشه‌وری و یاران او که عملاً از دست قدرتمند اون زمان استالین رو پشت سر خودشون داشتن. سپاسگزار هستیم آقای پرویز دستمالچی گرامی، با سپاس از شما. آقای شالنگی منم از شما بسیار سپاس می‌کنم. این بحث رو حتما در برنامه‌های آینده سرزمین ما با آقای پرویز دستمالچی ادامه خواهیم داد. ابعاد مختلف قانون اساسی رو در ارتباط با حقوق اقوام ایرانی مورد بررسی قرار خواهیم داد. در نیمه دوم برنامه آقای حسن شریعت‌مداری با من و شما خواهند بود و در زمینه این موضوع که چرا خواستگاه دیکتاتوری در ایران، کشورها جامعه‌هایی مثل ایران در طول تاریخ خواستگاهی قدرتمند بوده است، با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای شریعت مداری عزیز سلام به شما، خوش آمدید به سرزمین ما. بسیار متشکرم جناب آقای چالنگی و سلام دارم خدمت شما و درود به همه بینندگان شما و هموطنان عزیز. آقای شریعت مداری عزیز، در یکی از برنامه های تفسیر خبر شما اشاره کرده بودید به این موضوع که در جوامعی مثل ایران در طول تاریخ خاستگاه دیکتاتوری، یعنی جایی یا ریشه های زایش دیکتاتوری، هرچی که اسمشو بذاریم، قدرتمند هست. میخواستم بپرسم که
این تعریف واقع بینانه ای هست به هر حال از تاریخ، از بررسی تاریخ ایران چنین نتیجه به دست میاره کشورهای مثل ایران. چرا ریشه ها چرا قدرتمنده و این ریشه ها چی هست بشه؟ خب این سوالی که شما فرمودید یک مختصری من دفعه پیش شرح دادم، حالا فرصتی شده که احیانا در یکی دو جلسه این رو بیشتر شرح بدم. من با این مسئله مدت ها درگیر بودم که چرا در کشور ما با وجود اینکه صد و اندی سال از مشروطیت می گذرد و ما بارها بر علیه دیکتاتورها قیام کردیم و اونها رو بر سر جای خودشون نشاندیم و نظام دیکتاتوری رو بر هم زدیم، ولی دوباره دیکتاتوری تجدید تولید شده. معما چیست؟ مشکل کجاست؟ مسئله چیست؟ خب جوابهای زیادی به این سوال داده شده بود. این اولین باری نبود که این سوال مطرح میشد. مهمترین جوابی که به این مسئله داده شده بود همان مبحث معروف استبداد شرقی در بعد فرهنگیش و در بعد مادیش و چه تولید آسیایی است که مارکس مطرح. استبداد شرقی رو عده زیادی مطرح کرده بودند و بچه تولید آسیایی رو چپ‌ها به پیروی از بحث مختصری که مارکس در مکاتباتش و نامهاش با انگلس و دیگران میکنه پیگیری کرده بودن، که البته بسیار اون چه مارکس گفته بود کوتاه بود، ولی این جواب ها منو اقنا نمیکرد. حالا به این جواب ها در طی بحث میپردازم، ولی من رو اقنا نمیکرد. به این دلیل اقنا نمیکرد که در شرق ما نمونه هایی از دموکراسی رو دیدیم و نمونه هایی از دموکراسی بارور شدند و بنابراین نه جنبه فرهنگی این کار یک تعمیم عام داشت و نه جنبه مادی این توضیح. باید دنبال توضیح عمیق‌تری من میگشتم. به این در این صدد بودم، مدت‌ها سال‌ها روی این مسئله کار کردم و به فرضیه‌ای رسیدم که به نظر خودم مقداری زیادی اقناع کننده تر هست. در این برنامه ها سعی میکنم که این فرضیه رو مطرح کنم و بعد در زمینه های مختلفی اون رو توضیح بدم. البته اینجا باید توضیح بدم که مفصل این بحث ها رو در طی درس هایی که در انجمن آموزشی دانا داده شده و از تلویزیون ایران فردا هم پخش خواهد شد شنوندگان محترم می توانند تعقیب کنند. در این دو برنامه مختصری از اون رو من بیان خواهم کرد و شرح مفصل اون رو خواهم گذاشت به پخش این درس ها از تلویزیون ایران فردا و دیگر تلویزیون هایی که این محبت رو دارند و این کار رو خواهند کرد. حال به پردازید اصل مسئله. ببینید توضیحی که تا کنون، اول مسئله رو یه کمی باز بشکافیم و بعد توضیحات اون رو بگیم. ببینید ما در از این صد و خورده ای سال چهار سلطان ما در خارج از ایران جان سپرد. ما قیام های مختلفی کردیم، هر اون چرا که به دست آورده بودیم طی حرکت های انقلابی به هم زدیم و دلیلمون این بوده که ما استبداد را تاب نمیاد، ولی به مجردی که مستبد از بین رفته به بازتولید استبداد پرد. وهله کوتاهی بی نظمی شده، یک دموکراسی نیمبندی حاکم شده. این دموکراسی نیمبند جامعه رو بی نظمتر کرده و ما در ضمیر ناخودآگاه جمعی خودمون گشتیم به دنبال این که در حقیقت راه حل مسئله چیست، چه کار باید بکنیم که این بی نظمی رو دوباره به ثبات تبدیل کنیم. و در حافظه تاریخی خودمون پیدا کردیم که باید یک سلطان مقتدری، یک رهبر مقتدری بیاد و دوباره جامعه رو منظم کنه. و دوباره به دنبال یک سلطان مقتدر یا یک رهبر مقتدر گشتیم و به دست خودمون استبدادی را که شکسته بودیم بازتولید کرد. و در این بازتولید دنبال یک حکیم حاکم یا حاکم حکیم یا
پادشاه فرزانه، پادشاهی که همه چیز را میدانتون به فره ایزدی وصل است گشتیم، یا به دنبال یک فقیهی که عالم به همه علوم ارضی و سماوی است و همه چیز را بهتر از ما میداند، او را پیدا کردیم و بر خودمون مسلط کردیم. به مجردی که این سیستم درست شده، بعد از مدتی پی بردیم که این سیستم نمیتواند در قرن 20 و 21 احتیاجات ما رو برآورده کنه، برای اینکه ما در جهان شریعت مداری عذر میخوام اینجا من یه پرسشی هست. ببینید چون بحث کاملا علمی است و جامعه شناسانه هست، ما وقتی کلماتی مثل ما رو، یعنی شما الان وقتی میفرمایید ما پی بردیم، به هر حال شما بنده افراد دیگه‌ای بسیار هستن که همینی که میفرمایید، اما آیا کل جامعه هم شامل این ما میشه؟ بله، به یه معنی کل جامعه است. البته کل جامعه در این تجدید تولید استبداد یکسان عمل نمیکنه. بخشی اصولا استبداد را بر میتابند و به اون خیلی خو گرفتن و تناقض اون رو با جهان مدرن بر نمیتابند. این بخشی از جامعه. بخش دیگری از جامعه یا طبقه متوسط استبداد رو بر نمیتابه، با اون مشکل فرهنگی داره، ولی دموکراسی را هم تاب نمیاره. و وقتی ازش میپرسی که چرا شما دموکراسی را نمیتوانید برقرار کنید، چون شما میدونید در اغلب نظام های دموکراتیک این طبقه متوسط است که رول محوری در برقراری دموکراسی داره، جوابش اینه که جامعه ما هنوز به مرحله رشدی نرسیده که دموکراسی را درک بکنه و با الزامات دموکراتیک رفتار کنه. خودش رو استثنا میکنه و بقیه جامعه رو مقصر می. در حقیقت او هم در این برداشت که دموکراسی به حداقل طبق درک او به علت عدم درک دیگران ناامنی میاره، عدم ثبات میاره، جامعه رو متزلزل میکنه با دیگران شریک. بنابراین مهمترین پایگاه اجتماعی که طبقه متوسط است، درست است که زودتر از دیگران به تناقض سیستم دیکتاتوری با مقتضیات عصر مدرن پی میبره، زودتر از دیگران خواسته های مدنی داره و سعی میکنه که این خواسته های مدنی رو مطالبه کنه، ولی به مجردی که به دیکتاتور از بین میره، تقسیم قدرت که میشه، خب مسلم است که جامعه در ابتدا دچار یک هرج و مرج موقتی میشه. در این مرحله تحمل پایداری نداره، به زودی دنبال حافظه تاریخی خودش میگرده، مصائبی رو که ناامنی بر مملکت استوار کرده، ترس از تجزیه، ترس از اختناق، ترس از استبداد بسیار بدتر از یک مستبد صالح یا یک دیکتاتور کاریزماتیک بر او مستولی میشه و خودش هم همراه با دیگران میرود تا یک دیکتاتور صالحی را کشف کنه، شخصی را کشف کند که درست کردار است و اقتدار داره، میتونه اقتدار رو تأمین بکنه. بنابراین به یک عبارتی میشوان گفت که همه بخش های جامعه در این خصوصیت شریکند، منتها با رویکردهای متفاوت. حالا آقای شریعت مداری، ببینید شما اشاره کردید، البته برنامه ها سلسله برنامه هایی هست، شما قطعا توضیحات بیشتری خواهید داد، منتها با وقت کوتاه ما پرسش ها بسیار هست، از جمله این که اشاره کردید به پادشاهی فر ایزدی و اشاره کردید به ولی فقیه که باز یک مقام مذهبی است. تعریف قدرت سیاسی در کشورهایی مثل ایران جنبه و مفاهیم مذهبی توضیح داده میشه، یکی اینه. یکی موضوع دیگه هستش که نقش دین و اساسا روحانیت در کشورهایی مثل ایران، حتی پیش از اسلام ما میبینیم، و کشورهای شبیه ایران در منطقه، حتی کشورهای دور از ایران در قسمتهای دیگه آسیا، چه اندازه بوده در تولید استبداد. به خصوص مثلا من یک مثال بزنم، در جریان انقلاب مشروطه که به هر حال
کسانی که روشن فکر نامیده می شدن به هر حال عملکردشون بهتر از آنچه بود که در 57 اتفاق افتاد. ما میبینیم دو دسته روحانیت وجود داره، به قول آقای کسروی یا آقای طباطبایی و بهبهانی، خیلی هم احترام میذاشت آقای کسروی، میگفت که من گمان نمی کنم که اینها از آزادی و مفاهیمی که کسانی مثل احتشام و سلطنه صحبت میکنن سر در بیارن، ولی خب محترم هستن و آمدن در این جبهه مردم ایستادن. اون طرف هم فضل الله نوری بوده. حالا این یک مورد خیلی کوچیک از نقش روحانی. رو دین چه نقشی داشته در، یعنی ریشه استبداد در یک کمچین جوامعی تا چند روز دین درش مؤثر بوده؟ خب ببینید، بخش این رو همین کاری که من کردم در حقیقت مطالعه تکوین استبداد در بخش های مهم جامعه است. ما علت فرهنگی رو از علت های نهادی یا ساختاری باید جدا کنیم. دین جزء علل فرهنگی است، روحانیت جزء علل ساختاری یا نهادها هستند. روحانیت یک نهاد و به کمک دین، به کمک روایتی از دین که استبداد رو تولید میکنه طبق اون که آموخته و منافعی که کسب کرده، سعی میکنه اون چرا که درش مهارت داره مستولی کنه و اون استبداد. واکاوی ما اینه که چرا چنین روایتی در ما نهادینه شده؟ چرا روحانیت ما فکر میکنه تنها مدلی که میتواند اقتدار خودش رو حفظ بکنه وصل شدن به یک اقتدار استبدادی است؟ چرا جامعه ما فکر میکنه که در پیوند با روحانیت تاریخی فکر میکنه، شاید الان دوچار عکس العمل، ولی همیشه فکر کرده که موقعی که نظم جامعه به هم میخوره با اتحاد با این روایت مستبدگرایانه روحانیت و کشف یک رهبر کاریزماتیک، یک دانا، یک ابرمرد، یک فرهیخته‌ای که کاریزمای رهبری داره میتونه جامعه رو نجات بده. ما میتوانیم علل را به علل درجه چندم تنزل بدیم و اونها رو مطالعه کنیم، یا میتوانیم عمیق‌تر دنبال این باشیم که اصولا چرا این نهادها چنین رفتار میکنن، یا چرا فرهنگ ما در حافظه تاریخی خودش یا در ناخودآگاه تاریخی خودش معیارهایی را نهادینه کرده که برقراری اون معیارها در حقیقت برقراری یک استبداده. به عبارت دیگر، رابطه ما با قدرت چرا مخدوشه؟ چرا ما فکر میکنیم که قدرت باید یک جا متمرکز باشه تا جامعه اداره بشه؟ و چرا فکر میکنیم که توزیع قدرت متناسب است یا مساویست با هرج و مرج و از بین رفتن استقلال، از بین رفتن یک پارچگی و از بین رفتن رفاه جامعه؟ این چیزیست که در ما نهادینه شده. ما در حقیقت به دنبال یک دیکتاتور صالحی، ما از دموکراسی وحشت داریم، آزادی برای ما ناامنی میاره. مسئله من شکافتن علل تاریخی فرهنگی این است که چرا دموکراسی در ما ایجاد اطمینان نمیکنه و ما از برقراری دموکراسی وحشت داریم. بله، البته وقتی به جوامع دیگه هم میریم، مثل همین اروپا، در کشوری که شما هستید، در آلمان به هر حال دورانی پیش میاد که میبینیم یک نوع دیکتاتوری رو تولید میکنه، مثل دیکتاتوری هیتلر، یا اون طرفتر در اسپانیا و جاهای دیگه. در خود منطقه ما باز وقتی ما میریم به طرف ترکیه نگاه میکنیم، خیلی ها بر این عقیده هستن که نقش ارتش رو به عنوان حافظ و نگهبان قانون اساسیش اگر حذف کنن، این دموکراسی بیش از 70 ساله فرو خواهد ریخت. بس بسیار طولانی است، ولی نکته این هست که شاید مشکل از اون طرف هم قابل بررسی باشه که جامعه قدرت تولید دموکراسی رو نداره و خود به خود همچین وضعی پیش میاد. اون ور قضیه هم میتونه درست باشه، عکس در ریاضیات ما البته این کاملا صحیحه. عکس قضیه تالس جنبه سلبی و جنبه اثباتی داره.
اگر بگوییم جامعه قدرت تولید دموکراسی رو نداره، باید این رو تقسیم کنیم به توان تولید اقتصادی یک اقتصاد آزاد که اساس دموکراسی است و توان تولید یک فرهنگ دموکراتیک. خب شما اگر مطالعه کنید کشورهایی که درشون دموکراسی برقرار شد در اروپا، در هنگامی که دموکراسی درشون برقرار شد جامعه مدنیشون از ما قوی تر نبود، علم و صنعت درشون از ما درخشان تر نبود، روابط دموکراتیک از ما پیشرفته تر نبود. بنابراین علاوه بر این جنبه های اثباتی که میتواند صحیح باشه، ولی در بسیاری از کشورهایی که دموکراسی رو به وجود آوردند هم توان تولید دموکراسی خیلی بزرگ نبود و به تدریج فراهم شد، باید جنبه های سلبی رو هم مطالعه کنیم. جنبه سلبی این است که چه چیزی است که ما را باز می‌داره از اینکه استقامت کنیم، نبرد کنیم، پای فشاری کنیم تا اینکه دموکراسی برقرار بشه. ما استبداد رو بر نمیتابیم، نه به دلیل اینکه ما استبداد بیگانگی فرهنگی داریم، به دلیل اینکه استبداد در دوران فعلی تعارض با اداره نوین جهان داره و کشورهایی که مستبدانه اداره میشن قادر نیستن که جوامع خودشون رو اداره کنن، به خاطر اینکه در یک دنیای جهانی شده گرفتارن و مجبورن که با نرم های مدرن مملکت رو اداره کنن. و چون این کار رو نمیتوانن، چون واقعیت اجتماعی با واقعیت سیاسی در تعارض، واقعیت سیاسی باید مدرن باشه و نمیتونه، واقعیت اجتماعی میخواهد به گذشته فرهنگیش برگرده و اون هم نمیتونه، این تعارض و تضاد دائما ما رو دچار در حقیقت یک حالت گذار، حالت ناپایدار و نمیگذارد که در ما یکی از این دو حالت، یعنی یا دیکتاتوری به سبک قدیم یا دیکتاتوری که اصطلاح غلطی است، استبداد، برای اینکه دیکتاتور کسی بود که در حقیقت بر طبق قوانینی که یک جمع برانگیخته ای یا جمع منتخبی مثل سنای روم تصویب میکرد، برای مدت محدودی طبق اراده خودش و بر طبق آن قوانین جامعه را اداره میکرد. مستبد یعنی کسی که طبق میل خودش به هیچ کس حساب پس نمیده، تابع هیچ قانون نیست و جامعه را اداره میکنه. ما یا باید استبداد گذشته را باز تولید کنیم که نمیتوانیم، یا باید دموکراسی رو تولید کنیم که اون رو هم نمیتوانیم، تاب نمیآوریم ازش. تئوری من این است که بیش از اون که ما قادر به تولید دموکراسی نیستیم، اصولا از تولید دموکراسی هراسانیم. خب همین مجرد که میخواییم دموکراسی رو تولید کنیم، قدرت که اساس هر نظام سیاسی است باید توزیع میشه. به مجردی که توزیع میشه، حافظه تاریخی ما به این برمیگردد که توزیع قدرت مساوی با هرج و مرج و نابسامانی است و ما چون از نابسامانی و هرج و مرج و عدم امنیت یک سابقه طولانی ناگوار داریم، البته به حقم هست، برای اینکه همین امروز شما میبینید تا یک دموکراسی نیم بند در همسایگان ما خواست انجام بشه، داعش ها و اخوان المسلمین و دیگران از داخلش در اومدن. ببینید الان ببینید در عرصه سیاسی کشورهایی مثل ایران و عراق و بقیه، علاوه بر آنچه که نهادینه هست و آنچه که ریشه هست، عوامل دیگه هم چندین دهه هست که دخالت دارن، حضور دارن. یکی این مطلب آقای شریعت مداری عزیز، یکم نکته اینه، یعنی خیلی ها بر این اعتقاد هستن که این مسئله ریشه های فرهنگی قوی تری داره که برمیگرده به دین. هند رو در همین مسیر مثال میزنن، یعنی میگن این پرسش هست که یه کشور فقیری بوده، دموکراسی داره که میدونیم چقدر قدمت داره یا هر چی که هست، معتقد هستن که یکی از پایه‌های قدرتمند این دموکراسی تنوع دینی بوده در اونجا، یعنی یک مذهب غالب و یک دین کاملا غالب بر قلم روه جغرافیای هندوستان در زمانی هم که پاکستان بخشی از اون بود وجود نداشت. این هست که این تنوع مذهبی پا
یکی از پایه های زایش دموکراسی هند شد. این کاملا صحیحه و آزادی مذهبی و تنوع مذهبی در حقیقت یکی از پایه های دموکراسی است. ولی تحلیل کنیم که چی به وجود میاد. در سرزمین های ما تنوع مذهبی به جنگ مذهبی تبدیل میشه. چرا؟ برای اینکه تنوع مذهبی یعنی تقسیم قدرت نهادهای مذهبی بین نهادهای مذاهب مختلف. و چون ما تقسیم قدرت را برنمیتابیم، ما فقط آموخته ایم که یا تمام قدرت رو تصاحب کنیم یا مجبوریم اونو از دست بدیم. بنابراین با دیگرانی که داعیه تصاحب بخشی از این قدرت رو دارن و نهادهای مذهبی دیگران به نزاع می‌پردازیم، جنگ میکنیم تا اونها رو مغلوب کنیم، اونها زیر دست ما قرار بگیرن و همه قدرت از آن ما بشه. سوال عمیق‌تر اینه که چرا ما تکثر قدرت را یاد نمیگیریم؟ چرا ما نمیآموزیم که راه و رسم زندگی مدرن زندگی در جامعه ایست که در آن قدرت پخش شده، متکثره، نهادهای مختلف هر کدام سهمی از قدرت رو دارن؟ و چرا ما این نوع زندگی را مترادف با هرج و مرج و جنگ میدانیم؟ و چون چنین است به جنگ با دیگرانی میپردازیم که دایره بخشی از قدرت رو دارن. چرا نمی آموزیم که قدرت را هم مثل هر چیز خوب دیگری میتوان توضیح کرد و در جامعه‌ای که قدرت توضیح شده زندگی کرد؟ همه تلاش من در حقیقت توضیح تاریخی و فرهنگی این مطلبه که ابر روایت بزرگی که ما در ایران باستان خلق کردیم و در دوره اسلام اون رو با اسلام آمیختیم و بسیار قوی ترش کردیم، چنان بر ما مسلط است و چنان ناخودآگاه جمعی ما را در تصرف خودش داره که ما قدرت را در یک شخص که دیکتاتور صالح یا حکیم حاکم یا حاکم حکیم یا پادشاه فرهیخته و کاریزماتیک است خلاصه میبینیم. و اگر قدرت از مقداری از قدرت را فکر کردیم توضیح میشه، فکر میکنیم که به اندازه که قدرت توضیح میشه جامعه ناپهنجار میشه، جامعه اقتدار خودش رو از دست میده و رو به اضمحلال میده. همه تلاش من چکافتن این مسئله در بعدهای مختلفه و رابطه این مسئله با آن ابر روایت بزرگی است که ما سالها اون رو تولید کردیم، در دین و عرفان خودمون متجلی کردیم، در تربیت اجتماعی خودمون از اون پیروی کردیم و سوسیالیزاسیون یا اجتماعی شدن ما بر حسب این الگوی رفتاری شکل میگیره، بر حسب این آموزه‌های فرهنگی و الگوی رفتاری شکل. با آقای حسن شریعت مداری ادامه خواهیم داد. ریشه یابی زایش دیکتاتوری در کشورهایی مانند ایران و منطقه کجاست؟ نقش دین در این مسیر چیست؟ روانشناسی انسانها، طبع و خصوصیات انسانها نیز چه نقشی داره؟ و همین گونه پایه های استبداد دینی در تاریخ ایران از کجا؟ آبشخور این پایه ها از کجا هست؟ سپاسگزار هستیم آقای شریعت مداری عزیز. خیلی متشکرم. به پایان این برنامه میرسیم. با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندو، سبلان، آسماری، کوهساران، دراک، زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.